الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بندگان محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوار هستم در حجه کسین جور صحت و سرحال و در حفظ و امان الله جل جلاله قرار داشته باشین. خوش هستم که بعد از سای جدید از درسای عقاید اسلامی باز هم با شما قرار داریم و درس امروز با در عقاید اسلامی که در بخش سمعیات درس 45 هست، تقریبا متعلق به آخرین مراحل حیات و زندگی انسان و یا به عباره دیگر بگیم آخرین استقرارگاه انسان که الله رب العزت برای انسان خلق کرده و پیدا کرده، انشاءالله و تعالی ادامه پیدا میکنه که در حقیقت امو موقف جنت و موقف جهنم می باشه. شک نیست که در درس گذشته در رابطه با موقف عراف صحبت مفصل صورت گرفت و جهت از اینکه عراف یک موقف ویژه و خاص بود که الله رب العزت در قرآن مجید بیان کرده بود و برخ احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم و شما را ارشاد و رهنمایی کرده بودند و اون موقف بود که بین جنت و بین جهنم قرار داشت. و شک نیست گفته موقف عراف یک موقف موقتی هست، موقف دائمی نمی باشه. اما آن چیزی که امروز در رابطه با او صحبت صورت میگیره که عبارت از موقف جنت و جهنم است، این در حقیقت هم موقف ابدی و یا حیات و زندگی ابدی انسان های هست که الله رب العزت این دنیا خلقشان کرده و پیدایشان کرده و بالاخره به هر رای هر یک از اونها جایگاهی در جنت و جایگاهی در جهنم تعیین کرده و بعد از انسان ها را در این دنیا مهلت داده، وقت داده، زمان داده، استعدادها داده، امکانات داده، انبیاء علیه السلام فرستاده، کتاب ها را نازل کرده و بالاخره انسان ها را در این دنیا وقت و زمان دادن که انسان ها با اعمال خود، با کردار خود، با استعدادهایی که دارن، با امکاناتی که دارن، با این بعثت انبیاء علیهم السلام، با این نزول کتاب های آسمانی، بالاخره کدام یک از این جایگاه ها را انتخاب میکنن، جنت انتخاب میکنن و یا جهنم انتخاب میکنن. پس به این اساس زمانی که ما در رابطه با موقف جنت و جهنم و ارتباط از او با زندگی حیات و زندگی خود در دنیا نظر اندازی میکنیم، شک نیست بینندگان محترم که حکمت الله جل جلاله تقاضا کرده که انسان ها را با طبیعت های مختلف و با امکانات و استعداد های مختلف خلق بکنه و پیدا بکنه و در انسان ها هم استعداد های شر و فجور و بدی و زشتی و ظلم و استبداد و هم در انسان ها استعداد های خیر و تقوا و پرهیزگاری را پیدا بکنه. پس انسان ها با این استعداد هایی که الله رب العزت برایشان عطا کرده و با این اختیار اراده که در رابطه با این استفاده از این امکانات برایشان عطا کرده، شک نیست که انسان ها در این دنیا، انسان ها در این دنیا برخی ها هستند که از استعداد های شر خود استفاده کرده، کفر و ظلم و ستم و ناروایی را اختیار میکنند و شک نیست که انسان های دیگری هم هست که با این استعدادهایی که الله رب العزت برایشان عطا کرده استعدادهای خیر خود استفاده میکنن، از ایمان، از تقوا، از اعمال صالح و نیکو از این استفاده میکنن. و در این هم شکی وجود نداره بینندگان محترم که کفر ایمان، ظلم و تقوا، ستم و ناروا و عمل صالح هیچ وقت با هم برابر نمی باشن، هیچ وقت. آیات متعدد قرآن مجید از این حقیقت ما و شما را آگاه کرده و الله رب العزت می فهمه که ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن با کسایی که بدکار هستن، کسایی که با تقوا هستن، با کسایی که فاجر هستن، اینا با هم برابر هستن؟ هیچ وقت برابر نمی باشن. سواء محیاهم و مماتهم سواء ما یحکمون. آیا حیات زندگی از اینها در دنیا با حیات زندگی آخرتشان با هم برابر هست؟ بسیار حکم بده هست که میکنه.
پس الله رب العزت حکمتش تقاضا کرده که مؤمن مسلمان با کافر و منافق هیچ وقت برابر نباشه. عمل صالح و عمل نیکو با عمل بد و عمل زشت هیچ وقت برابر نباشه. و شک نیست که الله رب العزت جنت را پیدا کرد و جهنم را پیدا کرد، برای جنت هم تعیین کرد که یک تعداد انسان ها به جنت برن و یک تعداد انسان ها هم به جهنم برن. خب حالا کی به جنت بره و کی به جهنم بره، این هم اینجاست که الله رب العزت دنیا و جهان پیدا میکنه. در این دنیا برای انسان استعدادهای مختلف را، استعدادهای شر و استعدادهای خیر اعطا میکنه. فالهمها فجورها و تقواها، الهام که در انسان هم فجور چیز بدی هایی که هست، چیز زشتی هایی که هست، و تقواها و همه تقوا و پرهیزگاری بشه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، پس کامیاب شد، پیروز شد کسی که چی کرد؟ نفس از آلودگی هایش پاک کرد. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. به خاطر نمی کامیابی، به خاطر اینمی سرفرازی، به خاطر اینمی موفقیت که ما چگونه بتانیم از جهنم خدا نجات داده و مستحق جنت بگردانیم، الله رب العزت نمی جهان و کائنات پیدا کرد و خلق کرد که تا انسان ها با عمل کرد خودشان یا ای که مسیر جنت و یا همه ای که مسیر جهنم اختیار بکنن. پس تمام پروسه ای که ما از ابتدای درس تا با حال بیان کردیم بینندگان محترم، خاصتاً از بخش الهیات میگین، نبوات میگین و بخش سمعیات که در رابطه با حیات زندگی بعد از مرگ صحبت کردیم، کل اینمی پروسه را اگر ما بررسی بکنیم، تمام از اینمی پروسه حیات و زندگی دنیای ما فقط به خاطر اینمی دو موقف است، موقف جنت و موقف جهنم. خلقت آسمان ها و زمین، رفت آمد شب و روز، بعثت انبیاء علیهم السلام، نزول کتاب های آسمانی، مردن انسان، برزخ، زنده شدن انسان، حشر، توزیع اعمال نماها، میزان، حساب، صراط، کلش در حقیقت به خاطر تفکیک انسان ها در رابطه با اینمی دو موقف جنت و جهنم می باشه. پس قبل از اینکه در رابطه با جنت و جهنم صحبت های مفصل و مشخص داشته باشیم، برخی مسائل متعلق به جنت و جهنم میشه که در قدم اول اینو بفهمیم انشاءالله تعالی، و بعد از در رابطه با هر یک از جنت و جهنم انشاءالله صحبت های جداگانه رابطه با اونا انشاءالله تعالی با شما می داشته باشیم. پس در قدم اول اون چیزی که در رابطه با جنت و جهنم من حیث کل باید دانسته شد، یکی هم تعریف از جنت و جهنم هست که جنت چی می باشه و جهنم چی می باشه و جنت جایگاهی کی هست و جهنم جایگاهی کی هست. حکم ایمان آوردن به جنت و جهنم از خلال آیات قرآن مجید. آیا جنت و جهنم فعلا وجود دارن و یا ندارن و یا یکی در آخرت پیدا میشن؟ اگر وجود دارن جنت و جهنم فعلا در کجا هستن؟ جنت و جهنم در کجاست؟ چرا ما نمیبینیمش؟ ارتباط جنت که میگیم با واقعه آدم علیه السلام چی داشت؟ آیا جنت که آدم علیه السلام بود و مو جنت است که ما صحبت میکنیم یا فرق داره؟ و در اخیر هم برخی پدیده های از جنت و جهنم دهی دنیا پدیده های جنت و جهنم دهی دنیا از خلال روایات پیغمبر صلی الله علیه وسلم مورد بحث قرار میدیم که پدیده های جنت دهی دنیا چی است و پدیده های جهنم دهی دنیا چی است. یا به عباره دیگر براتون بگویم، راه های جنت و راه های جهنم دهی دنیا از خلال احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم که راه های جنت کدام بر ما بیان کرده و راه جهنم کدام بیان کرده. شک نیست بینندگان محترم که الحمد لله همه ما شما مسلمان هستیم، والله واحد و حقانه ایمان داریم و همه ما شما به این عقیده هستیم که جنت در حقیقت جایگاه انسان های نیکوکار با ایمان و با تقوا هستند، کسانی که در این دنیا توانستن که بر رب خود و خالق خود ایمان بیارن و در ایمان خود بر رب خود و خالق خود استوار بانند، استقامت داشته باشند. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمان شخص اقامت برایش گفت بر ما اسلام چیز بگوید که من خلاص را بکنم و چیزهای زیاد تا نبفهم. گفت قل آمنت بالله ثم استقم. پس جنت جایگاه کسایی است که به الله واحد و یگانه ایمان آوردن و در ایمان خود به الله واحد و یگانه در این دنیا استقامت کردن
تا به وقتی که مرگ به سراغشان رسید و با ایمان و استقامتشان از این دنیا رفتن، به شکل نیست که جایگاه از اونها جنت می باشه. جهنم، همه ما شما به ایمان هستیم بینندگان محترم که جهنم در حقیقت جایگاه انسانهای کافر، انسانهای منافق، انسانهای گناهکار و عاصی و سرکش، کسایی که به رب خود به خالق خود ایمان نیاوردن، کسانی که در رابطه با رب خود و خالق خود در شک و تردید بودن، و یا کسایی که ایمان آوردن ولیکن استقامت نداشتن. ایمان آوردن ولیکن استقامت نداشتن، یعنی به ایمان که عصیان کردن و گناه کردن و نافرمانی کردن، در عصیان و گناه و نافرمانی غرق شدن، و شک نیست که جایگاه از اینها چی می باشه؟ جایگاه از اینها جهنم می باشه. و در قدم اول ما به این عقیده و ایمان کامل داشته باشیم که جنت جایگاه انسان نیکوکار و جهنم جایگاه انسان کافر و انسانهای عاصی و گناهکاره که نتونستن به احکام پروردگار خود استقامت پیدا بکنن. شک نیست که آیات متعدد قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با جنت و در رابطه با جهنم و حکم ایمان آوردن به او را برای ما بیان میکنه. به ایمانه که حکم ایمان آوردن به جنت و جهنم اینمی دو جایگاهی که ما بیان کنیم به اینمی شکل از مستلزمات اساسی ایمان ما من حیث کل و ایمان ما به روز آخرت من حیث خاص میباشه. این یکی از مستلزمات ایمان به روز آخرت ایمان داشتن به اینمی دو موقف جنت و جهنم میباشه. و جهت از اینکه جنت و جهنم در آیات متعدد قرآن مجید و در احادیث متعدد پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما بیان شده، چنانچه الله رب العزت می فرماید: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتيا. جنت هایی که الله رب العزت برای انسان های با تقوا و پرهیزگار، جنت جایگاه انسان، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. در غیب برایشان وعده کرده و وعده الله رب العزت آمدنی هست. در آیت دیگر الله رب العزت می فرماید که ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. للطاغين مآبا، جهنم در کمینگاه است و برای انسان های کافر و برای انسان های طاغی و سرکش در انتظار می باشه و در سنگر می باشه. و شک نیست که دمچنان در احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حکم، اگر ما مراجعه بکنیم بینندگان محترم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یکی از دعاهای خود در نماز تهجد هم زمانی که همیشه می خیستن و بعد از اینکه حمد و ثنای الله رب العزت می گفتن و بعد از اون می گفتن که انت الحق و وعدک الحق و قولك حق و لقاؤك حق و الجنة حق و النار حق، جنت حق است و جهنم حق است. و شک نیست که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از نعمت های جنت زمانی که در شب معراج رفتن برای ما شما خبر دادن، و همچنان در احادیث دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما داریم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلام با شما را به جنت و به جهنم ارشاد و راهنمایی میکنه و نعمت ها و عذاب هایش بیان میکنه، و کل از این احادیث و روایات که به صورت قطعی برای ما شما ثابت شده دلالت به این میکنه که جنت و جهنم وجود دارند و حکم ایمان آوردن برای از اونها حتمی و لازمی هست، و هر کسی که جنت انکار میکنه و هر کسی که جهنم انکار میکنه و یا هر کسی که جنت و جهنم برعکس میدانه و گویا به ایمان و عقیده می باشه که جنت جایگاه انسانهای بدکار و یا جهنم جایگاه انسانهای نیکوکار، متوجه باشن که در کل از این مسائل انسان از دایره ایمان خارج میشه و جهدی از این که آن چیزهایی را که به صورت قطعی ثابت شده در رابطه با جنت و جهنم او انکارش میکنه. خب بعد از این که در رابطه با جنت و در رابطه با جهنم ما و شما صحبت کردیم، سوالی که برای ما و شما پیدا میشه که خب ای جنت و جهنم آیا فعلا وجود دارن و یا ای که در روز آخرت الله رب العزتی را خلق میکنه و پیدا میکنه؟ یعنی به امانه که ای جنت و جهنم که وصفش برای ما گفته شده و جایگاه انسانهایی که مستحق از این اماکن میشن، آیا در روز آخرت پیدا میشه و خلق میشه و یا ای که فعلا هم وجود دارن؟ خب اگر فعلا وجود داشته باشن اینا در کجا هستن؟ شک نیست که در رابطه با خلقت جنت و در رابطه با خلقت جهنم
بینندگان محترم، علما اختلاف نظر دارند و اختلاف نظرشان هم در رابطه با ایست که آیا جنت فعلا وجود داره و یا ای که در آینده ای جنت و جهنم پیدا میشه. و شک نیست که جمهور علمای علم عقاید اسلامی و نظر اهل سنت و جماعت که الحمد مطابق از اونها ما عقاید خدا میخوانیم، اونا به این نظر هستند که جنت و جهنم فعلا وجود داره. الله رب العزت و جنت و جهنم خلق کرده، با جنت با تمام نعمتهایش و جهنم با تمام عذابهایش فعلا وجود داره و الله رب العزت خلقشان کرده و پیدایشان کرده. و شک نیست که در رابطه با این روایات مختلف، هم از آیات قرآن مجید و هم از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما و شما داریم که بیانگر از این هست که جنت و جهنم فعلا وجود دارد و الله رب العزت خلقشان کرده و پیدایشان کرده. چنانچه الله رب العزت در رابطه با جنت می فرماید که وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اعدت للمتقین یعنی به این معنا که این جنت ها آماده کرده شده. کلمه اعدت فعل ماضی هست. وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض، بشتابین به طرف مغفرت پروردگارتان و به طرف جنتی که اندازه از او به اندازه آسمان و زمین هست. اعدت للمتقین، برای کی آماده شده؟ برای انسانهای متقی و پرهیزگار آماده شده. چنانچه بیان کردیم که جنت جایگاه انسانهای متقی هست. و همچنان در رابطه با جهنم الله رب العزت می فرماید که فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. اعدت للكافرين، بترسین از آتش جهنم که آتش از او در گران از او سنگ ها و انسان ها هستند. اعدت للكافرين، آماده کرده شده برای کافرین. پس استدلال از این علما در رابطه با این آیات متبرکه ایست بینندگان محترم که کلمه اعدت که آماده کرده شده این فعل ماضی هست و فعل ماضی دلالت به گذشته میکنه و در حقیقت استعمال از این با کلمه اعدت برای ما شما این را بیان میکنه که جنت و جهنم خلق شده و پیدا شده و الله رب العزت اونها را برای انسان‌های مؤمن و مسلمان جنت و برای انسان‌های کافر جهنم آماده کرده، خلق کرده و پیدا کرده. و گذشته از او زمانی که ما در احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مراجعه می‌کنیم، بینندگان محترم شک نیست که یکی از فضیلت‌ها و برتریت‌هایی که الله رب العزت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم عطا کردن، یکی هم رفتنشان به شب معراج بود در آسمان‌ها و بالاخره به سدرة المنتهى. و در سدرة المنتهى الله نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هم جنت مشاهده کردن و هم جهنم مشاهده کردن و دیدهای خود و آن چیزی که مشاهده کردن برای ما شما خبر دادن. چنانچه الله رب العزت میفهمه که عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوى. عند سدرة المنتهى عندها جنت المأوى، تا به نزدیک سدرت المنتها که در نزدیک سدرت المنتها جنت المأوى، یعنی به معنی که جنتی که آماده شده بود، خلق شده بود و پیدا شده بود. پس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در شب معراج جنت بالفعل دیدن، خب بود، یعنی وجود داشت، الله رب العزت خلقش کرده بود، پیدا کرده بود که اونا دیدن. و گذشته از او در روایات پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با جبرائیل علیه السلام برای ما بیان میکنه صراحتا که لما خلق الله الجنت قال لجبریل اذهب فانظر الى. لما خلق، لما یعنی هر زمانی که الله رب العزت جنت خلق کرد، برای جبرائیل علیه السلام امر کرد که اذهب فانظر الیها، برو و جنت مشاهده بکن. و بعین شک فلما خلق النار قال لجبریل اذهب فانظر الیها، وقتی که الله رب العزت جهنم هم خلق کرد، یعنی به این معنی که حدیث در اینجا صراحت داره که الله رب العزت نه تنها که جنت خلق کرده و پیدا کرده، بلکه جبرائیل علیه السلام هم او را بالفعل دیده. کتاب برای ما شما تو شک و شبه پیدا نشه که گویا این خلق الله رب العزت در روز چی در روز قیامت میشه. نه، بالفعل خلق نکرده و جبرائیل امر کرده که برو بیبی و جبرائیل علیه السلام هم جنت دیده و هم جهنم مشاهده کرده و بالاخره برای ما شما خبر داده و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما رسانده. و از خلال از این آیات و از خلال از این احادیث برای ما شما ثابت میشه بینندگان محترم که جنت و جهنم فعلا وجود داره، خلق شده با تمام نعمتهایش
و جهنم هم با تمام عذابهایش. اما برخی کسای اصل بینندگان محترم که در رابطه با جنت و جهنم نظر از اونها ای است که گویا جنت و جهنم فعلا خلق نشدن، بلکه در روز آخرت خلق میشن، در روز آخرت خلق میشن. یک نظر از علما هست و اینا هم توجیهات خود دارند. و یکی از توجیهات شنیسته که زمانی که ما در آیات و قرآن مجید نظر اندازی میکنیم و زمانی که در رابطه با از بین رفتن از زمین و آسمان الله رب العزت برای ما خبر میده که با نفخ صور اولی که توسط اسرافیل علیه السلام زده میشه، فصاعق من فی السماوات و من فی الارض، هر چیزی که در آسمان و زمین است همه هلاک میشه. پس اونا میگن که اگر جنت و جهنم فعلا پیدا شده و خلق شده باشه و با نفخ صور اسرافیل علیه السلام از بین بره، پس در حقیقت منافی ابدیت جنت و جهنم میباشه. چرا؟ جنت و جهنم که ما ایمان میداشته باشیم، به این ایمان کامل داریم که جنت و جهنم یک موقف ابدی هست، یعنی به این مالک نهایت و پایان نداره. پس اگر با نفخ صور این جنت و جهنم از بین بره، به این مالک که ابدیت چرا از بین نفت دیگه، از بین نفت دیگه، ابدیت از او باقی نمون. پس اینا بگن به جهت از این که ای ابدیت جنت و جهنم باقی بانه و با نفخ صور اول از بین نره، پس این جسته که الله رب العزت جنت در آخرت که حیات و زندگی ابدی هست، این جنت و جهنم هم پیدا میکنه که ابدی و برای امیش باشه و با نفخ صور از بین نره. منتها در جواب اینها خود آیات برای ما شما صراحت داره بینندگان محترم که اگر در آیاتی که با نفخ صور بیان شده اگر نظر اندازی بکنیم، در هر دو آیات نفخ صور الله رب العزت یک استثنایی را در اینجا برای ما شما ذکر میکنه. فصاعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، یک استثناء را الله رب العزت ذکر میکنه در اینجا. پس علما در جواب از اینها میگن که اگر نفخ صور اول هم صورت بگیره و همه چیز از بین بره، پس یک استثناءات وجود داره که از بین نمیره و شک نیست که یکی از استثناءات نمی جنت و جهنم باشه که تا ابدیتشان از بین نره. دلیل دیگه که در رابطه با عدم وجود جنت و جهنم فعلا اونا صحبت میکنن، دلیل عقلی هست بینندگان محترم. و ما همیشه میگم که مسائل عقلی را هیچ وقت در قضایای غیبی ما شما نمیتونیم به کار بندازیم. قضایای غیبی حیات زندگی بعد از ما یک قضایای خاصی هست و ما هیچ وقت نمیتونیم توسط عقل خود را چی بکنیم، تحلیل بکنیم. پس دلیل عقلی که اینا میگن که جنت و جهنم فعلا وجود نداره، دلیل نشانیست بینندگان محترم که میگن که جنت که هست جایگاه انسانهای نیکوکار هست و جهنم که از جایگاه انسان‌های بدکار است. و شک نیست که انسان‌های نیکوکار و انسان‌های بدکار چی وقت در این جنت داخل میشن، چی وقت حیات و زندگی ابدی خدا آغاز میکنه، شک نیست که در آخرت از دیگر. پس مادامی که استفاده از جنت و جهنم چی وقت صورت میگیره، در آخرت صورت میگیره، پس وجود جنت و جهنم در این زمان فعلی ما و شما یعنی بدون حکمت هست دیگه، بدون حکمت هست دیگه. جنت و جهنم چی هست که فعلا وجود داشته باشه و کس در اونجا به اصلاح داخل نشه، بلکه دخول در آخرت صورت، یعنی به این معنی که اونا میگن که وجود جنت و جهنم فعلا خلاف حکمت میباشه به جهت از اینکه چون جنت جایگاه انسانهای نیکوکار و جهنم جای انسانهای بدکار و شک نیست که اینا تا به حال داخل نشدن. و الله رب العزت رب خالق است، حکیم است و حکیم هیچ وقت یک عمل بدون حکمت انجام نمیده که الله رب العزت جنت و جهنم خلق کنه و اونجا به اصلاح هنوز انسانها داخل نشده باشند. شکل نیست که در رابطه با رد از این استدلال از اونها هم علما میگن که یکی از حکمت های جنت و جهنم دخول انسانهای متقی و انسانهای بدکار در اینجا میشه، لیکن هیچ وقت به این معنا نیست که تنها جنت و جهنم به می خاطر خلق شد، بلکه شاید به خاطر خلقت و پیدایش جنت و جهنم صدها حکمت های دیگه باشه که اصلا عقل ما تصور کرده نمیده. پس ما یه عقلا میگیم دیگه، نه شاید حکمت های بیسر نفته باشه که ما در رابطه با اون نمیفهمیم. پس به این اساس قول راجع در رابطه با جنت و جهنم این است بینندگان محترم که جنت و جهنم فعلا وجود داره، الله رب العزت با تمام نعمت هایش جنت و جهنم با تمام عذاب هایش خلق کرده و پیدا کرده و فعلا وجود داره. خب فعلا وجود داره، این جنت و جهنم در کجا هستند؟ شک نیست که قضای جنت و جهنم قضایای غیبی هست بینندگان محترم. و زمانی که ما قضای غیبی میگیم، قضای غیبی برات از اون چیز هست که نظر ما پوشیده هست دیگه، ما نمیدونیم در کجا هست، غیب است.
و چنانچه الله رب العزت صراحتا در قرآن مجید آیتی که بیشتر براتون گفتم که جنات و عدن نلتی وعد الرحمن و عباده بالغیبه بالغیبه، جنات عدن که الله رب العزت برای بنده های نیکوکار خود وعده داده بالغیبه و غیب. پس غیب یک عمل پوشیده است، پس مادامی که پوشیده است دیگه ما نمیفهمیم که در کجا هست، اصلا می عالم غیب نمیفهمیم که در کجا هست. پس به این اساس اگر ما عالم غیب را که جنت و جهنم وجود داره و بالاخره دنیای خود اگر ما یک مقایسه بکنیم، شک نیست که ما در این دنیا هم یکی جهان و یا دنیایی داریم که به نام دنیای رحم مادر یاد میشه. رحم مادر برای طفل یک جهان است و یکی دنیایی داریم که ما شما در چی میکنیم؟ زندگی میکنیم. پس اگر این طفل در رحم مادر عقل پیدا بکنه و در رابطه با این دنیا برای طفل ما خبر بتیم، پس این طفل اگر بگه خوب این دنیایی که تو میگی در کجا هست، این دنیایی که تو میگی در کجا هست، پس این دنیا میتونه که در این رحم مادر جایش هیچ وقت نمیتونه. و آیا این دنیایی که ما میگیم آیا از رحم مادر خارج؟ نه، رحم مادر جز از این دنیا هست. پس به این خاطر قضایای غیبی قضایای هست که عقل ما هیچ وقت را تصور کرده نمیتونه. ما به یقین کامل داریم که جنت و جهنم وجود داره و این در جهان غیب هست، جهان غیبی که الله رب العزت پیدا کرد. یعنی قسمی که انسان در رحم مادر میباشه من حیث یک دنیا هست برش، و زمانی که در این جهان پیدا میشه و بس داره زندگی میکنه، فعلا این جهان برای ما شما یک دنیا هست بینندگان محترم، یک حیات زندگی هست. برزخ میریم حالت فرق میکنه، آخرت میریم حالت فرق میکنه و کلش از این دنیاها و جهانهای هست که الله رب العزت مرحله به مرحله مرحله به مرحله انسان با حیات و زندگی ابدیش نزدیک میسازه. پس جنت و جهنم وجود داره بینندگان محترم، در یک جهان غیب هست و جهان غیب که چشم پوشیده هست و هیچ وقت او را ما درک کردن نمیتونیم، بلکه هر وقت و زمانش که رسید بالاخره الله رب العزت در او جهان و کائنات ما و شما را انتقال میده. چنانچه طفل زمان که وقت و زمانش رسید در این دنیا تولد میشه و وقت و زمان موتو که هم رسید بالاخره به این جهان غیب انتقال کرده و جنت هم مشاهده میکنیم و بالاخره جهنم هم مشاهده میکنیم. سوال دیگری که باقی میمونه در رابطه با ارتباط جنت با واقعه آدم علیه السلام، شک نیست که در واقعه آدم علیه السلام همیشه مسئله جنت مطرح میشه که الله رب العزت بعد از اینکه آدم علیه السلام خلق کرد و پیدا کرد ایشان در یک جنت جای داد و بالاخره از اون جنت آدم علیه السلام خارج شدن. یا آدم اسکن انت و ربک، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم خودت و زوجی در جنت زندگی بکنی، در جنت زندگی بکنی. و سوال در ذهن انسان پیدا میشه که آیا جنتی که آدم علیه السلام در او قرار داشتن با این جنتی که ما صحبت میکنیم که جنت آخرت است، آیا این جنت و این جنت هر دو یکی هستند و یا اینکه جنت از هم دیگر فرق دارن؟ یکی از قضایایی است که همیشه از ما پرسان میشه و همیشه سوال در ذهن انسان پیدا میشه. متوجه باشیم بینندگان محترم، جنتی که ما در رابطه با او صحبت میکنیم که جنت هست که جایگاه انسانهای مؤمن و مسلمان در آخرت میباشه، و هیچ وقت با این جنتی که آدم علیه السلام بوده هیچ ارتباط نداشته. جنت آدم علیه السلام مجرد یک باغ بوده که الله رب العزت برایشان خلق کرده و پیدا کرده و بالاخره از او جنت خارج شدن، و او جنت هیچ وقت او جنت هایی نبوده که در آخرت انسان های مؤمن در او جای منتها صرف مشابهت در کجا آمده؟ در جنت آمده. پس جنت به معنای به مجرد یک باغ می آید، مجرد یک باغ می آید. پس جنت هایی که الله رب العزت انسان های متقی و پرهیزگار هم داخل میکنه هم یک باغ است بینندگان. منتها با چی دلیل میگیم؟ به دلیل عزیزی میگیم که طبیعت از این جنت که جایگاه انسان های مؤمن و مسلمان در آخرت است با طبیعت از این جنت که آدم علیه السلام بود، طبیعت از اینا با هم فرق دارن. پس طبیعتشان که فرق داشت، پس خودش دلالت به این میکنه که این جنت با این جنت یکی نبوده. و جنت تزی که اگر ما در طبیعت جنت آخرت نظر اندازی بکنیم و انشاءالله صحبت های مفصل ما در رابطه های مسئله داریم در درس های آینده، در جنت آخرت بینندگان محترم متوجه باشن کسی که در اون جنت داخل میشه دیگه هرگز از اون خارج نمیشه، در حالی که جنت آدم علیه السلام داخل شد و خارج شد دیگه. در جنت های روز آخرت که از اونجا هیچ گونه مکلفیت وجود، هیچ گونه ممنوعیت وجود نداره، یعنی هر آن چیزی که میکنی بکو و هر آن چیزی که میخواهی بخوای هیچ گونه ممنوعیت در اونجا وجود نداره، در حالی که در جنت آدم علیه السلام ممنوعیت وجود داشت، حدود وجود داشت و الله رب العزت صراحتا فرمود که ولا تقرب هذه الشجرات فتكون من الظالمين، پس به این درخت نزدیک نشین که جمله چی میشه؟ جمله ظالم ها میشین. پس به می اساس برخی کسا زمانی که
جنت با این جنت قیاس میکنند، پسی سوال در ذهنشان پیدا میشه که خوبی شیطان و ابلیس از رحمت خداوند دور شده و پسی چطور در این جنت داخل؟ نه، این جنتی که آدم علیه السلام بود و این جنتی که ابلیس آدم علیه السلام فریب داد، این هیچ وقت تو جنت نیست که جنت های موعوده که الله رب العزت برای بنده های نیکوکار خود در آخرت وعده داده است. و در اخیر هم برخی پدیده های جنت و جهنم در این دنیا از خلال احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم که راه های جنت و راه های جهنم بر ما بیان میکنه. شک نیست که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث متبرکه خود برای ما شما میفهمه که حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات، پوشانیده شده جنت به بالمکار یعنی به چیزهای سخت و مشقت و تکالیف، و حفت النار به شهوات و پوشانیده شده جهنم با شهوات و خواهشات نفسانی. و این در حقیقت به اگر همون حدیث جبرئیل علیه السلام است که پیشتر هم براتون گفتم که زمانی که الله رب العزت جنت و جهنم خلق کرد و برای جبرئیل علیه السلام گفت برو که ببین، و زمانی که بار اول جبرئیل علیه السلام رفتن جنت با تمام نعمت‌هایش دیدن آمدن و با پروردگار عالم قسم یاد کردن که هیچ بنده ایت نیست که از این جنت بشنوه مگر اینکه خدا مستحق از او بگردن. بار دوم الله رب العزت برای جبرئیل علیه السلام فرمود که برو دوباره جنت مشاهده بکو، و این بار الله رب العزت این جنت با تمام نعمت‌هایش با مشقت ها و تکالیف پوشانیده. مشقت ها و تکالیف چیه؟ عبادات و خدمت پدر و مادر، رزق حلال، پابندی به احکام دین، کل از این مشقت ها اینو پوشانید. و زمانی که جبرئیل علیه السلام رفت و دید که جنت با این چیزها پوشانیده شده و طبیعت انسان دید که انسان یک موجود بی پروا، پیرو خواهشات نفسانی در تحت حاکمیت شیطان، بالاخره گفت که پروردگار عالم فکر نکنم که یک انسان هم خود به جنت خود رسانده بتن. و با این شکل زمانی که در رابطه با جهنم بیان میکنه که لما خلق الله النار قال لجبریل فذهب فانظر الیها، برو و جهنم مشاهده بکن. و زمانی که جبریل علیه السلام جهنم مشاهده کردن با تمام عذابهایش و پیش الله رب العزت آمد و گزارش داد و گفت که یا الله قسم به ذاتت است که هیچ بندی از جهنم نمیشنوه که مگر خدا نجات بده. بار دیگر الله رب العزت برایشان فرمود که برو جهنم مشاهده بکن، و ای بار الله رب العزت جهنم با خواهشات نفسانی و هوا و هوس پوشانیده. و زمانی که جبریل علیه السلام آمد جنت جهنم مشاهده کرد و طبیعت انسان را ارزیابی کرد، و الله رب العزت گزارش داد و گفت که فکر نکنم که یک انسان از این جهنم خود نجات داده بتانه. پس آن چیزی که پدیده های جنت و جهنم در این دنیا می باشه بینندگان محترم، مشقت ها و سختی ها و تکالیف که ما در رابطه با عبادات الله رب العزت و احکامش داریم، متوجه باشین که در ورای عزیب الاخره جنت است. خواهشات نفسانی و هوا و هوس که ما در این دنیا داریم و از او پیروی میکنیم، متوجه باشین که در ورای از او چی میباشه؟ جهنم میباشه. پس این موضوع هست که بالاخره کدام راه و کدام مسیر میگیریم. آیا در مشقت ها و سختی های عبادت الله رب العزت در این دنیا صبر و تحمل پذیری میکنیم که با این صبر و تحمل پذیری بالاخره مسیر ما جنت، و یا اینکه این مشقت ها را ترک کرده و از هوا و هواس و خواهشات نفسانی خود به هر چی که دلت شد بکو و هر جایی که رفتی بکو، هر چیزی که دلت شد بخو، پس متوجه باشین که در ورای از این چی میباشه؟ جهنم میباشه. و این احادیث صریح پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که برای ما بیان میکنه. پس یک معلومات عمومی در رابطه با جنت و در رابطه با جهنم بود بینندگان محترم، که جنت و جهنم تعریف کردیم، حکمی مراودن به ایشان بیان کردیم، و در رابطه با اینکه آیا جنت و جهنم وجود دارن یا ندارن، و اگر وجود دارن در کجا هستن، راه های جنت چی هست، راه های جهنم چی هست. الله رب العزت همه ما شما توفیق به عمل نیکو نصیب فرمایه، و انشاءالله تعالی در درس های آینده در رابطه با هر یک از جنت و جهنم صحبت های مفصل و جداگانه انشاءالله تعالی می داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.